23 نفر از ماموران وزارت اطلاعات به اتهام دست داشتن در قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شدن و شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای 18 تای اونا کیفرخواست صادر کرد. 17 مامور وزارت اطلاعات به همراه خسرو براتی که ازش به عنوان همکار غیر رسمی این وزارت خونه نام برده شد. همون همکار غیر رسمی به همراه سعید امامی، مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان عاملین اصلی قتل‌ها معرفی شده و در انتظار محاکمه بودند که 31 خرداد 78 خبر رسید سعید امامی تو زندان با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده و موندن این 3 نفر، کاظمی، عالیخانی و براتی. دادگاه این 3 نفر و مابقی متهمین پرونده در فاصله 3 تا 30 دی ماه 79 به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ کدوم از وکلا یا اعضای خانواده مقتولین به ریاست محمد رضا حقیقی رئیس شعبه دادگاه نظامی 1 تهران برگزار شد و بعد از 12 جلسه دادگاه محرمانه مصطفی کاظمی قائم مقام معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیر کل وزارت اطلاعات به جرم آمریت در قتل‌ها و صدور دستور 4 فقره قتل به حبس ابد محکوم شدند. علی روشنی مسئول حراست بهشت زهرای تهران و همراه محمود جعفرزاده و علی محسنی اعضای اداره عملیات وزارت اطلاعات هم حکمای سنگینی گرفتند. اما اسم 2 نفر با نامای مستعار صادق و موسوی تو این پرونده بیشتر از بقیه شنیده شد و طبیعتاً مهمتر از بقیه بودند که شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روی ردگیری و مجازات اونا تاکید داشت. جایی که گفت باید تمام نیروها را روی صادق متمرکز کنیم. موسوی را جذب کردند اما صادق نفوذ کرده. این ویدیوی تونل زمان درباره مهرداد عالیخانیه با نام مستعار صادق، از مدیران بلندپایه وزارت اطلاعات و یکی از متهمین اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای. شخصی که علی خامنه‌ای تاکید داشت نیروی نفوذی و با تمرکز روی اون میشه رد سرویس‌های اطلاعاتی خارجی تو قتل‌های زنجیره‌ای رو پیدا کرد. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. شنبه 1 تیر ماه 78 جلسه ی خصوصی و محرمانه تو بیت خامنه‌ای برای رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برگزار شد و ترکیب حاضران نشان از درجه ی اهمیت بالای جلسه داشت. شخص علی خامنه‌ای ریاست جلسه ای رو به عهده داشت که با حضور سران سقوبه یعنی خاتمی، ناطق نوری و محمد یزدی برگزار می شد و هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هم از اعضای حاضر بودند. تو همین جلسه بود که علی خامنه‌ای قتل‌های زنجیره‌ای رو به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه منتسب کرد و حتی نام نیروی نفوذی خارجی ها رو هم به زبون آورد و گفت به نظر میرسد تمام نیرو رو باید روی صادق متمرکز کنیم. موسوی را جذب کردند اما صادق نفوذ کرده است. این نفوذی است. یکی از سررشته هایی که میتوانید جلو بروید این آقاست و خیلی مهم است. این تیپ کار را انجام داده، نیرو جمع‌آوری کرده، خانه امن تشکیل داده. این کار یک سرویس است. برای ما که این کارها را نکرده، پس برای یک سرویس کرده که باید بگردید دنبال. این 2 نفری که شخص خامنه‌ای روی اونا تاکید داره متهمین ردیف اول و دوم پرونده هستند. موسوی نام مستعار مصطفی کاظمی قائم مقام معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و صادق هم نام مستعار مهرداد عالیخانی. روایتی از سعید امامی درباره عالیخانی وجود داره که میگه اون از سن 18 سالگی درگیر بازجویی بوده و تو اداره چپ نو زیر مجموعه معاونت امنیت وزارت اطلاعات کار میکرده. عالیخانی با نام مستعار صادق مهدوی در زمان وقوع قتل ها مدیر کل وزارت اطلاعات بود و از مهمترین بازداشتی های این پرونده. تو تاریخ 10 آذر ماه 77 توسط معاونت حفاظت وزارت اطلاعات بازداشت شد و به یه خونه امن رفت و چند روز بعدم به زندان عشمتی تهران منتقل شد. به عنوان متهم ردیف دوم تو دادگاه حاضر شد. حضور و مشارکت مستقیمش در تمام قتل‌ها به اثبات رسید و به جرم آمریت در 4 قتل به 4 بار حبس ابد محکوم شد. تو پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برای 18 نفر حکم صادر شد. از قصاص نفس و حبس ابد گرفته تا پرداخت دیه و حتی حبس‌های کوتاه مدت. اما چی شد که از بین همه اون متهمین علی خامنه‌ای دست گذاشت رو مهرداد عالیخانی؟
یعنی چه گذشته و سابقه ای سبب شد عنوان بشه رد پای سرویس های اطلاعاتی خارجی تو قطعه های زنجیره ای با تمرکز روی عالی خانی به دست میاد؟ اون چیزی که فرضیه ارتباط داشتن عالی خانی با سرویس های اطلاعاتی بیگانه و به خصوص اسرائیل رو تقویت میکرد عقبه و روابط خانوادگیش بود، به طوری که حتی علی یونسی و محمد خاتمی هم تو دو جلسه متفاوت و مجزا به هاشمی رفسنجانی گفته بودن صادق مهدوی یا همون مهرداد عالی خانی یهودی زاده یه که پدرش بعدها مسلمون شد و همین گذشته هم سبب شده نفوذی اسرائیل بشه. و یا اینکه گفته میشه مهرداد عالی خانی با اشخاصی مثل علی نقی عالی خانی و برادرانش مسعود و محمد باقر خیشاوند و دوست بوده که همگی اونا روابط بسیار نزدیکی با اسرائیل و موساد داشتن. نگاهی به دوران کودکی و روابط خانوادگی مهرداد عالی خانی میتونه تا اندازه زیادی منشأ این گمان زنی ها رو روشن کنه. پدر مهرداد یعنی علی اصغر عالی خانی دژبان ارتش بوده و تنها 2 سال بعد از به دنیا آمدن مهرداد فوت میکنه. بعد از مرگ پدر، مریم قاسمی مادر مهرداد به همراه بچه‌هاش به خونه ی عابدین خان عالی خانی میره و کارهای منزل عابدین خان رو انجام میداده. عابدین خان عالی خانی که از نزدیکان دربار بود و بعد تا یکی از پسراش یعنی علی نقی هم وزیر اقتصاد میشه، یه رابطه خانوادگی نسبتاً دوری با علی اصغر عالی خانی پدر مهرداد داشت و به همین خاطر هم از اونا حمایت میکنه و میارتشون تو خونه خودش. مهرداد عالی خانی در کنار بچه های عابدین خان بزرگ میشه و به واسطه رابطه نزدیکش با این خانواده نزدیک به دربار و به خصوص یکی از پسرها به نام مسعود به نفوذی بودن متهم میشه. حتی برخی منابع فراتر از ارتباط میرن و عنوان میکنن مهرداد عالی خانی عامل مسعود عالی خانی در قتل های زنجیره ای بوده. منابع جمهوری اسلامی مسعود عالی خانی رو مشاور مقامات اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل معرفی کردند که با استفاده از بورس وزارت خارجه اسرائیل تو دانشکده کشاورزی رخوبوت اسرائیل آموزش دیده. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان تو گرده همایی مدیران وزارت اطلاعات تو مرداد 82 که با نام طرح ولایت برگزار شد گفت جایگاه مسعود عالی خانی به گونه ای بود که اگر بعضی از یهودیای ایران کسی را به موساد معرفی میکردند به عنوان جاسوس، موساد نمیپذیرفت مگر اینکه مسعود عالی خانی تایید کند. اما مهمترین منبعی که موضوع روابط نزدیک مهرداد عالی خانی با سرویس اطلاعاتی اسرائیل را مطرح کرد و گزارش‌های مفصلی هم دربارش نوشت، عبدالله شهبازی بود. از اعضای حزب توده که دو جریان دستگیری رهبران و کادرهای حزب تو بهمن 61 دستگیر شد ولی بعد از تواب شدن عفو گرفت و اومد بیرون. شهبازی به مدت 1 دهه مدیریت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی وابسته به وزارت اطلاعات رو به عهده داشت و الان هم استاد علوم سیاسی و پژوهش‌های تاریخیه. عبدالله شهبازی مهرداد عالی خانی روی نیروی راست سنتی میدونه که ارتباطات بسیار نزدیک و پیچیده‌ای با سعید امامی داشته. شهبازی تأکید میکنه برخی اقوام عالی خانی در زمان شاه روابط نزدیکی با سرویس های اطلاعاتی بریتانیا و اسرائیل داشتن و مهرداد هم با مسعود عالی خانی عضو برجسته شبکه موساد در ایران هم خیشاوندی داشته هم دوستی نزدیک. این ادعا تو سالهای بعد هم یکی دو مرتبه دیگه تکرار شد. به عنوان نمونه روزنامه کیهان در یادداشتی به تاریخ 18 مرداد 94 مهرداد عالی خانی رو مستقیما عامل موساد معرفی کرد. شهبازی تو تکمیل گزارشش از مهرداد عالی خانی ماجرای قتل مجید شریف به دست عالی خانی رو هم مفصلا شرح داد و دربارش نوشته شریف رو به بهانه مشکوک بودن به مواد مخدر با ارائه حکم جعلی دادستانی سوار اتومبیل میکنن. اتومبیل یک تاکسی بوده. وی را به پارکینگی در یوسف آباد میبرند و پس از در آوردن جوراب آن پول کلورید پتاسیم را به زیر ناخن انگشت بزرگ پا تزریق میکنند. در این عملیات علاوه بر عالی خانی 5 نفر دیگر هم شرکت داشتند. یکی راننده بود و بقیه نیروهای عملیاتی و 2 نفر هم با اتومبیلی دیگر تاکسی را دنبال میکردند. جسد را با همان تاکسی به حوالی خانه شریف برده و در پیاده رو رها میکنند. پزشکی قانونی علت مرگ را ایست قلبی تشخیص میدهد. اعترافات مهرداد عالی خانی از ماجرای قتل مجید شریف هم تا اندازه‌ای روایت شهبازی رو تایید میکنه. جایی که به بیهوش کردن و بردن شریف داخل تاکسی اشاره میکنه و میگه کفش و جورابش هم بعد از اتمام کار پاش کردیم.
علاوه بر این مهداد عالیخانی تو اعترافاتش به مدیریت و مشارکت در عملیات قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده هم اقرار میکنه و میگه که برنامه قتل شیرین عبادی رو هم داشتن. اون دست داشتن تو قتل رو میپذیره اما زیر بار آمریت نمیره و منشأ آمریت رو از جایی بالاتر، یعنی جایگاهی معادل وزیر اطلاعات عنوان میکنه و میگه موقعیت شغلی من در حدی نبود که بتوانم دستور قتل بدهم. البته در این حد و پذیرفت که گزینه های پیشنهادی رو داده و اولویت تعیین کرده. مثلا در پاسخ به سوال مصطفی کاظمی قائم مقام امنیت وزارت اطلاعات درباره اینکه چه کسی برای حذف شدن در اولویت باشه، پاسخ داده داریوش فروهر رو تو اولویت بذارید. اما در روز عملیات از خود کاظمی دستور گرفته که فروهر بدون زنش فایده نداره و باید هر دو رو با هم بزنن. تو جریان قتل داریوش فروهر و همسرش دو تا سناریوی اصلی نوشته شد که تو سناریوی اول قرار بود یکی از نزدیکان فروهر و دو تا تبعی افغان قربانی بشن و تو سناریوی دوم همون چیزی مد نظر بود که رهبر جمهوری اسلامی روش تاکید داشت، یعنی دخالت و دست داشتن سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در قتل. سناریوی اول ضعیف‌تر و سناریوی دوم با جدیت بیشتری دنبال شد اما هیچ کدوم باورپذیر نبود و به نتیجه هم نرسید. شاید تو پرونده قتل‌های زنجیره‌ای تنها خواسته علی خامنه‌ای که محققم شد این بود که ماجرا رو کش ندن و سر و تهش رو هم بیارن، به طوری که حتی خود مرداد عالی‌خانی به نقل از دوره نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات گفته آقا از آقای خاتمی خواسته بود سر و ته موضوع را هم بیاورن. با مرگ مشکوک سعید امامی و صدور احکام سایر متهمین و مختومه کردن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به واقع سر و ته موضوع به هم اومد و با وجود هزار و یک ابهام دیگه کسی پیگیر نشد آمریت قتل‌ها با کی بوده و فرضیه نقش داشتن سرویس‌های بیگانه تو پرونده چقدر صحت داشته. مرداد عالی‌خانی برای گذروندن دوره محکومیت حبس ابدش ابتدا به زندان حشمتیه، بعد هم به رجایی شهر کرج و در نهایت به اوین رفت. مسعود بهنود و احمد باطبی گفتن اونو بین سالهای 80 تا 85 تو زندان اوین دیدن. البته از نیمه دهه 80 به بعد، یعنی تقریبا بعد از آغاز دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، روند حضور عالی‌خانی تو زندان تغییرات ملموسی داشته. مثلا در سال 85 اخباری از اوین میرسه که مرداد عالی‌خانی شرایط بهتری نسبت به سایر زندانیهای سیاسی داره و حتی به کرات مرخصی میره. مرخصی هایی که بعضا طولانی هم می شد و خودش هم ابایی نداشته از اینکه بیرون زندان دیده بشه. عدم حضور عالی‌خانی تو زندان و برخورداری از مرخصی های طولانی مدت شایبه آزادیش رو هم تقویت کرد و اواخر سال 92 خبری شنیده شد که مرداد عالی‌خانی یکی از متهمان اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که با حکم حبس ابد تو زندان بوده آزاد شده. با اینکه این خبر هیچ وقت تایید نشد و عنوان شد صرفاً شایعه بوده، اما تنها چند ماه بعد گواه تازه‌ای براش پیدا شد. 9 مهر ماه 93 تصاویری از مراسم ختم همسر علی سعیدی نماینده ولی فقیه تو سپاه منتشر شد که مرداد عالی‌خانی هم تو اون مراسم حضور داشت و عکاس خبرگزاری فارس شکارش کرد. این اولین تصویری بود که بعد از حدود 15 سال از مرداد عالی‌خانی دیده شد. البته آخرین تصویرم همین بود و دیگه این چهره امنیتی و اطلاعاتی سابق در انظار عمومی ظاهر نشد. مهداد عالی‌خانی تو پرونده قتل‌های زنجیره‌ای فراتر از قتل تو مزان اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس‌های بیگانه قرار داشت. اتهامی که از سوی شخص اول مملکت، یعنی علی خامنه‌ای، هم مورد اشاره قرار گرفت. اشاره‌ای که به راحتی میتونست منجر به صدور حکم اعدام عالی‌خانی بشه، اما اون به طرز عجیبی از زیر بار این اتهام فرار کرد و پروندش بسته شد. شاید اون چیزی که دستاویز و سفینه نجات مرداد عالی‌خانی شد، قوت گرفتن مسئله ارتباطات متهم اصلی پرونده، یعنی سعید امامی، با بیت علی خامنه ای بود. مسئله ای که میتونستن گشت اتهام رو به سمت بیت رهبری هدایت کنه. اما فرضیه دست داشتن سرویس های اطلاعاتی خارجی در قتل های زنجیره ای با واسطه گری مرداد عالی‌خانی به واقع آدرس غلطی بود که از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داده شد تا شاید مسئله روابط سعید امامی با بیت خامنه ای رو به حاشیه ببره. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.